بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همه خواهران و برادران عزیز به یکی دیگه از پروگرام های ما خوش آمدین و خوشحال هستم که باز هم استاد عزیز آریانفر دانشمند محقق مترجم نویسنده و دیپلمات سابق افغانستان با خود داریم استاد امروز صحبتشان در ارتباط به شکست تاریخی جمهوریت در افغانستان و احیای دوباره آن میباشه امیدوار هستم پروگرام خوبی باشه و تا آخر پروگرام با ما باشین استاد عزیز به پروگرام امروز خوش آمدین. با درود شاپوران گرامی و تقدیم درودهای به پایان خدمت بینندگان گرامی. بسیار خوشبخت هستم که بار دیگر در خدمت همیهنان گرامی قرار دارم و یک لحظه که با شما هستم یا لحظات بتانیم که حداقل یک درد دل کنیم. پیش از همه من میخواستم به یک نکته بسیار مهم اشاره داشته باشم و اوی که اطلاعاتی که از داخل کشور برام رسیده که وضع فرنگی های ما بسیار زیاد مخصوصا اقتدار از نخبگان فرنگی به نوعی خراب است صرف نظر از اینکه بیماری های مختلف هست یک گده بازنشسته یا متقاعد هستند و با توجه به اینکه هم یک تعداد که کارمند دولت هستند معاشاتشان بسیار با تاخیر روبرو شده و همچنان فعالیت های فرنگی کاملا متوقف شده بنابراین به خاطر از اینکه این مشعل فرهنگ بفروغ نشه و خاموش نشه نیاز به یک نوع کمک است که مثلا کسانی که پژوهشگر یا محقق هستند اگر به خاطر خریدن کتاب به خاطر ای که اگر حداقل میرن تا یک کتابخانه که کرایه رفت آمد داشته باشند یا مثلا به خاطر که تلفن‌هایشان خاموش نشه به خاطر از اینکه بتونن که سیم کارت بر خود بخرن یا مصارف اینترنتی یا مصارف برق پرداخته بتونن و این موضوعات دیگر این نیاز به ایست که یک تعداد امیانان ما که در خارج از کشور هستند و ما یک شعر معروفی که ما داریم ره نیک مردان آزاده گیر چه استاده دست افتاده گیر و در این شرایطی که ما میتونیم یک مقدار کمک کنیم البته محدودیت های در اروپا و امریکا هم هست ما نمیتونیم که یعنی مثل یک گنج قارون در اختیار ما نیست ولی این میتونیم که یک مقدار کم کمک کنیم ما با دوستان مختلف در استرالیا در امریکا در کانادا در قزاقستان در روسیه در هلند در سوئیس در فرانسه در جای مختلف در تماس هستم و از دوستان زیاد خواهش کردیم که میتونن که پول به عنوان کمک برای فرنگی ها جمع کنن و فرست هم تهیه شده و بعض تلفن ها و کانتاکت ها هم هست دیگه من از امیانان باشنده لندن خواهش میکنم به جناب شکور امینی شخص هستند که مورد اعتماد کل مردم هستند و همچنان باز میشه که به صورت لزوم دو سه نفر این موضوع را به عنوان کسانی که امین یا به اصطلاح مورد اعتماد هستند یک مبلغ معینه که جمع بشه در حدود 500 یا 1000 پوند باز این در قسمت از اینکه چرا کم برای کی انتقال داشته و به این کسایی که مخصوصا کسانی که استادای در واقع کابل بودن در پلیتکنیک یا در پوانتون یا جای دیگه و فعلا متقاعد هستن معاش دریافت نمی کنن یا مثلا بعض کسانی که در واقع کارمند دولت بودن و فرهنگی هستن طبعا به کمک ما نیاز دارن باید کمک برشان شود و ایده ما بسیار جدی از دوستان خواهش میکنم کسانی که توانش رو دارن امروی شاپور جان تماس بگیرن بازی را کوشش میکنیم که یک راه حل پیدا کنیم به خاطر از اینکه در خدمت همو کسانی که یک عمر در خدمت فرهنگ کشور بودن و مخصوصا کسانی که ریش سفید هستن و سنشان زیاد است و دیگه توان کار فیزیکی هم ندارن حداقل یک همدردی امروشون کرده باشه یک همدوایی به خاطر فرهنگ کشور خب به هر حال تشکر است بله زنده باشید یک بسیار اشاره مختصر بر اوضاع درناک کنونی میکنم واقعا که فعلا کشور در یک وضع بسیار نابهنجار به سر میبره خاطر از اینکه برای ما معلوم است که بدون کمک های جامعه بین المللی ما از منابع داخلی نمیتونیم که مصارف جاری کشور را تامین کنیم چی به این برسه که ما به روی پروژه های انکشافی فکر کنیم دیگه به این خاطر با توجه به اینکه حسابات بانکی افغانستان دارایی های افغانستان در حدود 19 میلیارد دلار مسدود شده و کمک های جهانی تقریبا متوقف است دیگه بیکاری و ناداری و تنگدستی و بیماری و مسائل به اوج خود رسیدن مخصوصا کار زمستان پیش روی است و هنوز معلوم نیست که سالانه کشور با 3-4 میلیارد دلار مواد نفتی ضرورت داره با 3-4 میلیارد مواد خوراکی ضرورت داره مثل آرد و گندم اینا که از کجای تمویل خواهد شد و این مردم بیچاره که
در شرایط بسیار دردناک قرار دارن و گپ سر یک نفر دو نفر نیست، حیات تقریبا 38 میلیون نفر در خطر است. اگر تعداد کمه شاید در حدود 2-3 میلیون توانمندی مالی را داشته باشند که بتوانند چرخهای زندگی خود را به یک ترتیب بچرخانند، ولی اکثریت مطلق در یک حالت بسیار وحشتناک به سر میبرند و در اینجا دیده شده که جامعه جهانی چی کرده میتونه و از طرف دیگه از خود جنبش طالبان هم کسانی که در حاکمیت قرار دارند باید اینا هم متوجه مسئولیت های خود شوند در قبال کشور و در قبال مردم و باید یک بازنگری کنند در به خاطر از اینکه مثلا از راه نرم افزاری یک تحول مثبت به وجود بیاید که مثلا در یک دولت فراگیری ملی تشکیل شود با مشارکت تمام اقشار و لایه جامعه که این بدون مشروعیت داخلی بسیار ممکن است، ممکن نیست که ما مشروعیت بین المللی پیدا کنیم. یعنی اگر قرار با این باشه که یک دولت تشکیل شود باید روی از این فکر شود که به تمام لایه‌ها و اقشار جامعه مخصوصا زنان که تقریبا نیم از پیکره جامعه را تقسیم می‌کنند، 50% نفوس کشور احتمالاً زنان هستند و ما نمی‌تونیم که او را محروم بسازیم. به این ترتیب باید کشور دارای قانون اساسی باشد، دارای مثلا حتی بعض در واقع سیستم های سنتی، مؤسسات سنتی مثل لویه جرگه و بعض چیزها که حداقل یک مشروعیت نسبی پیدا شود و از طرف دیگر کوشش شود که زمینه مشارکت فراگیر مردم در مدیریت کشور فراهم شود تا زمانی که مشروعیت داخلی یک نظام به دست نیاید، صرف نظر از اینکه این نظام چه رقم به وجود آمده و کی هستن در رأس از اینا، هیچ وقتی صاحب یک مشروعیت بین‌المللی نمیشه و در دراز مدت کشور دوباره پس این خطر است که به طرف بحران بره و در صورتی که ما نتونیم که مشروعیت بین‌المللی پیدا کنیم طبعا کمک‌های بین‌المللی اگر قطع نشه بسیار محدود میشه و این خطر از اینکه دوباره مواد مخدر رشد کنه و امیال چند میلیون نفر ما معتاد داریم در کشور یه فراموش نکنیم. و از طرف دیگر در صورتی که مثلا بیماری و بیکاری و ناداری به اوج برسه خطر از اینکه در کشور بلندی بیاید و دزدی و تاراج و آدم کشی و جنایت زیاد شد و از طرف دیگر امکانات از اینکه نیروهای تندرو افراطی از کشورهای مختلف در اینجا بیاید رخنه کنه و باز دوباره پس کشور به طرف یک جنگ داخلی بره، باز ما باز هم از اینهای بسیار سنگین را ما خواهیم پرداخت. به این خاطر هم باید نیروهای داخلی متوجه مسئولیت های خود شوند و هم جامعه جهانی باید یک مقدار یک فکر عمیق‌تر درباره مسائل افغانستان بکنن و چی با از طریق فشار یا چی از طریق تشویق و ترغیب، به خاطر از اینکه بخوایم نخواهیم در بین طالبان هم عناصر هستند که تجارب لازمه دارن، میفهمن، درک میکنن و اوضاعات بالاخره انسان هستند و همی درست است که اقتدار باید تشویق کنن. خب به هر حال میرسیم سر بحث اصلی امشب. ببینین یک چیز خدمت شما عرض کنم که در دنیا نظام های مختلف وجود داره برای مدیریت کشورها، برای از اینکه رهبری کنن کشورها را. خب ما نظام شاهی داریم، شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، نظام جمهوری داریم و یا اقسام مختلف داره که جمهوری های مختلف در جهان تجربه شده که از جمهوری های دموکراتیک چپ گرفته تا جمهوری های لیبرال و اینا و حتی در کشور بریتانیا با وجود از اینکه نظام پادشاهی است ولی بالاخره در اینجا یک دموکراسی حاکم است، یعنی یک نظام است که در واقع ملکه یک نماد یا سمبول ملی کشور است ولی قدرت اصلی در دست صدر اعظم است، در اینجا مجلس ها وجود داره، انتخابات وجود داره، مسئولیت وجود داره، آزادی سیاسی وجود داره و همونطور ما در ایالات متحده آمریکا میبینیم که در اونجا نظام ریاستی است و بهرحال منظوری است که در افغانستان در گذشته ما یک نظام استبدادی شرقی و یک سلطنت مطلقه داشتیم و بالاخره در اثر مبارزات بسیار دراز مدت کسانی که خودم مشروطه خواه میدانستن و مبارزات کردن و بالاخره ما موفق شدیم که در افغانستان بعد از بسیار مبارزات طولانی و دادن تلفات زیاد نظام شاهی مشروطه را بدست بیاریم که بالاخره در زمان ظاهر خان در واقع شاهی مشروطه داشتیم و در اینجا صدر اعظم ها رای اعتماد می گرفتن از پارلمان و در برابر پارلمان اینا مسئولیت داشتن و واقعا بعض صدر اعظم های بسیار لایق هم ما داشتیم که کارهای بسیار مثبت هم بر کشور انجام دادن. آدم باید بسیار واقعی بینانه داوری کنه، درست از کاستی های بسیار زیاد بودن ولی به هر حال کشور به طرف یک راه بر خود گشوده بود و بالاخره ما در کشور با کوتای
26 سرطان داوودخان صاحب نظام جمهوری شده. و البته پیش از اینکه داوودخان نظام جمهوری رو اعلام کنه، در گذشته بعض تجارب داشته، مثلا حتی در زمانی که امان الله خان بود گفته میشه که ولی خان دروازی بعضی اندیشه های جمهوری را داشته، به خاطر از کم وقت وقتی که در ترکیه اتاتورک آمد در نظام جمهوری اعلان شد، یا مثلا بعد از اینکه در روسیه انقلاب کبیر رخ داد و در اونجا نظام جمهوری شد. خود طبعا آوازه ها و این پیام ها و پیک هایی که از این کشورها می رسید باستاب داشت در افغانستان، بخواهی نخواهی یک تعداد کسانی که در وقت نخبگان یا ایلیت های فکری بودن و بسیار با اطلاعات محدودی که از خارج می آمد از راه مختلف اینا دسترسی داشتن، یا کسانی که مثلا از طریق این بعض اطلاعات به دست می آوردن، یا از سرزمین روسیه تظاهری که بعدا بعد از انقلاب در وقت شوروی شد، اتحاد شوروی، در اینجا بعض خبرها می رسید. و چیزی که بسیار جالب است است که بعد از دوره امان الله خان، نایب سالار ابراهیم خان صافی در عراق تقریبا یک نظام شبه جمهوری را برای اولین بار در افغانستان اعلان کرده بود، و او به این قرار بود که وقتی که امیر ابراهیم کلاکانی در واقع سقوط میکنه و نادر خان در کابل روی کار میشه، چون نایب سالار ابراهیم خان صافی ای از که مامای استاد خلیلی، استاد خلیلی خلیلی شاعر معروف، که اتفاقا خود استاد خلیلی هم در وقت در ایراد بودن، و ما چون یک مقدار از این موضوعات به حساب خانوادگی هم اطلاع دارم که خود پدرکلام پدری من مرزا شیرامت خان هم که مرمون که در زمان امان الله خان اینا امرای مصطفی الممالک پدر استاد خلیلی در وزارت مالیه کار میکردن، و بعد از او در آخر در واقع سرکاتل زبط حوالات به حساب امروز رئیس امنیت شده بودن، و بعد از او وقتی که نظام امان الله خان سقوط کرد اینا رفتن امرای ابراهیم خان صافی و عراق رفتن. این ابراهیم خان صافی چون یارا مشناخت و استاد خلیلی بسیار زیاد دوست نزدیکش بود، اینا را خواستن و اونا رفتن در عراق. کمی از زمان پدرم و بعضی کسای دیگه که خود پدرم هم وقت در عراق بودن و خورد بودن، البته بعضی خاطرات بسیار همینطور شیرین از دوران دارن بر من همیشه بازگو میکردن. یعنی در واقع و بعد از اون بعض پژوهشگرای روسی اینا که تحقیقات کردن، یعنی نایب سالار ابراهیم خان صافی تقریبا یک نظام شبه در جمهوری در اونجا در ایران وجود آورده بود، شورا و نظام نادرخان به رسمیت نمیشناخت چون اینا به طرف دیگه بودن، و بالاخره بعد از اینکه ظاهرخان روی کار آمد و بعد از او اینا داخل مفاهمه و مخاطبه شدن که تجزیه کشور به نفع هیچ کسی نیست، ما کوشش میکنیم که به یک تفاهم برسیم، شما هم کابل تشریف بیارین و بر شما هم یک مقام و جایگاهی که در خور شایستهتان است داده میشه. و بعد از یک مذاکرات بسیار زیاد در زمانی که هاشم خان صدر اعظم بود، باز نایب سالار از ایران آمدن کابل، و باز اوج بحث معاون صدر اعظم در حقیقت گماشته شدن و این مشکل حل شد. یعنی یک نظام جمهوری یک پیشینه داشت در کشور که اندیشه های جمهوری در وقت خب طبعا اندیشه ها تاوری که خدمت شما عرض کردم هم از طریق ترکیه در اینجا را پیدا کرده بود، و هم از طریق شوروی بعد از انقلاب اکتبر وقتی که لنین روی کار آمد در واقع جمهوری های شوروی تشکیل شد، اینا این اندیشه ها در اینجا را افتاد. خب در افغانستان طبعا هیچ کس موافق شاهی متقن نبود، چون خاطرات بسیار خوب مردم از دوری عبدالرحمن خان نداشتن، و به هر حال بعد از عبدالرحمن خان هم یک نوع نظام توتالیتار یا اقتدارگرا در افغانستان روی کار بود و شاه قدرت مطلق داشت، و بعد از اینکه نادر خان کشته میشه قدرت به ظاهر خان میرسه، و ظاهر خان جوان 19 ساله بود و طبعا او سمبول بود و قدرت از هاشم خان بود، و در وقت یک نوع نظام استبدادی در کشور بود، حاکم بود. خب این که شرایط البته ایجاب میکرده یا نمیکرده و یک بحث تاریخی است به اون نمیپردازیم، اما واقعیت امر است که مردم یعنی در زندگی سیاسی کشور مشارکت نداشتن، و بالاخره زمان فرا رسید که یک تعداد هموطنان ما جوان رفتن در خارج تحصیل کردن، و شرایطی که بعد از جنگ دوم جهانی به وجود آمد و پیشرفتایی که در جهان آمد و باز آهسته آهسته میخود وارد شدن رادیو و یعنی بعض مطبوعات اینا یک سلسله جنبش های به وجود آمد که جوان ها میخواستن که بیشتر در حیات سیاسی کشور مشارکت داشته باشن، و مبارزات که شروع شد، و بالاخره در خود دربار هم طوری که خاطرات بعضی کسا را که آدم میخوانه مثل
آقای رشتیا و اینا، و خود ظاهر خانم چون یک جوان بود و میخواست که یک مطالعات داشت و طبعا یک مدت فراموش نکنیم که هم ظاهر خان و هم داوود خان در پلیس در مدرسه توپخانه در ملیتیر در حساب نظامی تحصیل کرده بودن. یعنی اگر کسی که از افغانستان باید در اروپا و اون در قلب اروپا و یک شهر بسیار مدرن است پاریس و در اینجا یک زندگی مدرن میبینه، طبعا افکارش در افکارش تحولات میه، و کما ای که خود نادرخان در پاریس در اینجا سفیر بود و ظاهر خان و داود خان اینا تقریبا هم دوره های نوجوانی خود در پاریس سپری کرده بودن، یک تصور از زندگی مدرن داشتن و بعض اندیشه ها از با خود بردن، و طبعا اونا از استبداد و از اینا ظاهر خان کوشش میکرد که یک مقدار فاصله بگیره و یک طرح نو بر میان بیاره، و همچنان میفهمید که اگر ما بخوایم که مثلا پادشاهی در خاندان ما ثابت بانه، باید ما یک سلسله تحولات بریم که باعث از این نشه که، و همچنان تحولات کشورهای همسایه هم باید در نظر بگیریم که وقت جمهوری شوروی بسیار تحولات شگرف روی داده بود و کشورها با مثل ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان اینا بسیار به سرعت در حال پیشرفت بودن، و این طرف در هندوستان بعد از مخصوصا بعد از جنگ دوم جهانی پیشرفت های زیاد در عرصه‌های مختلف دموکراتیک آمده بود، تاثیرات خود در افغانستان داشت، و در ایران همسایه که زمان شاه مثلا اونجا هم وقت بعد از اینکه درآمدهای نفتی زیاد شد و ایران به طرف راه رشد سرمایه‌داری رفت، و طبعا در اینجا یک تعداد زیاد ایرانی آمدن در کشورهای مختلف اروپایی و امریکا تحصیل کردن و برگشتن، و طبعا این موضوعات کلش موجب دگردیسی و تحول و آمدن اندیشه های نو بشه در افغانستان هم خواهی نخواهی تاثیرات خود داشت، ولی مخصوصا بعد از اینکه بعد از جنگ دوم جهانی که جهان وارد یک مبارزه ایدئولوژیک شد، در اینجا در واقع تضاد دو نوع سیستم بود که سیستم لیبرال یا سرمایه‌داری غربی بود و سیستم سوسیالیستی که در اتحاد شوروی بود، و بیشتر در اتحاد شوروی هم شعارهای نظام جمهوری بیشتر داده میشه، و این شعارها برای کشورهای جهان سوم برای جهان بسیار یک سمپاتی و دلچسپی داشتن، و طبعا غرب هم به خاطر از اینکه اینا هم ارزش‌های دموکراتیک خود در رقابت با دموکراسی سوسیالیستی در واقع در تقابل قرار بتن، اینا هم کوشش میکردن که در بین جوانای جهان سوم اندیشه های دموکراتیک تبلیغ کنن. خب صرف نظر از کل زیگپا، یعنی یک نوع جنبش جمهوری خواهی در کشور برای افتاده بود، مخصوصا که این جنبش از طرف نیروهای چپی زیادتر دامن زده میشد، و خود اتحاد شوروی و چین و اینا هم از این اندیشه های جمهوری خواهی اینا زیادتر پشتیبانی میکردن، و به هر حال شرایط برای پذیرفتن نظام جمهوری در کشور آماده شده بود، و روی همین ملحوظ بود که خب به هر حال کودتای داوود خان صورت گرفت، ولی سرازو نمیپیچیم که این کودتا چون یک بحث نظامی است که چرا کم با وجود آمد. باز یک شب دیگر من خدمت شما عرض کردم که یک از دوستان به نام دکتر سمیع پویا که در مسکو هستن و اونا یک کتاب درباره داوود خان درباره صدارت داوود خان نوشته کردن بسیار جالب به اساس اسناد آرشیوی، و یک کتاب دیگه هم زیر کار دارن در حدود 600 صفحه نوشته شده درباره نظام جمهوری داوود خان به اساس مدارک و اسناد آرشیوی روسیه، که باز اگر شب شب که از اونا هم دعوت شوه که اونا باز توضیحات دقیق تر بتن، چون تخصصی دیمی رشته کار کردن و باز ما هم در خدمتشون خود بودیم و احتمالا اگران سوال مطرح خواد کردیم بیشتر باعث شنونده به شکل یک میزه کرد دیگه. خب به هر حال از این موضوع که بگذاریم، حال مشکلی که ما داریم چی است؟ ببینید ما در امی صدی بیستم از وقتی که افغانستان اعلان استقلال کرد تا به امروز بسیار حوادث ناگوار در کشور ما رخ داد، بسیار فراز و نشیب رو دیدیم، حوادث بسیار دردناک بود، جنگ های داخلی بود، شورش ها بود، و بالاخره یک دوری بود که کشور به آرامش نسبی دست یافته بود، به ثبات نسبی دست یافته بود، ولی دوباره پس دستخوش بعضی رویدادهای دراماتیک شد، کودتای 7 ثور رخ داد و بعد از او جنگ ها شروع شد و تنظیم های جهادی به وجود آمدن، بعضی احزاب کنترل دیگه به وجود آمدن، و احزاب چپی چپ افراطی هم بسیار زیاد در واقع در عرصه سیاسی توارث کردن و این تضادها و مناقشات زیاد شد، و متاسفانه که بسیار
مسائل ابزاری دامن زده شد، مثل اختلافات قومی و اختلافات زبانی و اختلافات مذهبی و حتی سمتی و درون یک قوم. اگر شما میرفتید دوید میان قبایل مختلف در ذاتی به این دشمنی ها و چیزها از بیرون اکثرا دامن زده میشد به خاطر برابرگرای سیاسی، و بالاخره این کشور به طرف پراگندگی و تشتت و فراخ شدن گسل ها و شگاف های ساختاری اینا انجامید و جامعه را به طرف یک پراگندگی و از انگسیختگی و شوریدگی و شیرازی نظام سیاسی پیش برد، و بالاخره ما به ایالت بسیار دردناک رسیدیم. و به هر ترتیب که بود ما شاهد از ایستیم که نظام خوب شوروی ها از افغانستان بالاخره برآمدن، و بعد از اون زمان تقریبا 3 سال دکتر نجیب در رأس قدرت بود و دولت از او هم فرو پاشید، و بعد از اون مجاهدین آمدن. خب گرچه در واقع دوره مجاهدین هم یک دوره جمهوری بود، اما بسیار با چالش های بسیار جدی روبرو بود، هم در داخل و هم از خارج، و گذشته از او به رقابت هایی که کشورهای مختلف دیگه داشتن، چه قدرت های بزرگ چه قدرت های منطقه‌ای، باعث شد که در داخل کشور هم رقابت ها بسیار شدید شد بین گروه های مختلف. و بعد از او با شاهد روی کار آمدن طالبان هستیم. با آمدن طالبان در حقیقت نظام جمهوری در افغانستان با سقوط کامل روبرو شد. یعنی تنها دستاورده که ما داشتیم از نظر سیاسی نظام جمهوری بود، دیگه هیچ نوع دستاورد دیگه ما نداشتیم. ما نه کدام حزب سیاسی سراسری تونستیم در کشور به وجود بیاریم. اعضاب هم که به وجود آمدن اعضاب ایدئولوژیک بود، چی چپی چی راستی، و اتر اعضاب فراتباری و فرازبانی و فراسمتی و فرامذهبی که با در محور اندیشه ها و آرمان های والای ملی باشه یا اندیشه های ارزش های بسیار والای انسانی باشه، همچی چیز نداشتیم. اگر اعضاب بوده ایدئولوژیک بوده، اعضاب وارداتی بوده، از خارج تمویل می شدن، و وقتی که سقوط خارجی به پایان رسیده ای اعضاب هم در حقیقت فرو پاشیده. خب در کل ما شاهد هستیم که در افغانستان یکی خوی حزب دموکراتیک خلق، یک حزب بسیار مقتدر و بسیار نیرومند بود که با پشتوانی اتحاد شوروی به وجود آمد، و بعد از او در جمع مجاهدین رو اگر ببینیم، مثلا حزب جمعیت واقعا یک حزب بسیار نیرومند سراسری بود که خوب طبعا اونا هم از خارج حمایه می شدن تو یک زمانه، و بعد از اینکه حمایت خارجی از بین رفت، شاهد از این بودیم که هر دو هست به شاخه‌های مختلف اینا فرو پاشیدن و تقریبا مزمل شدن و از بین رفتن از سیاست. والی گروه های مختلف از اونا باقی مانده که اینا هم نظر به نشانه های سمتی و منطقی و اینا هر کدام از این، یعنی طور یک و یکی دیگه مشخصی عذابی بود که بیشتر عذاب ایدئولوژیک بود. ما نتونستیم که جامعه مدنی رو به وجود بیاریم، ما نتونستیم نهادهای مدنی رو به وجود بیاریم، ما نتونستیم فرهنگ برتر دموکراتیک به وجود بیاریم، و بدون یک فرهنگ دموکراتیک و نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی، احزاب سیاسی و هر چم که بوده اسمی بوده. خب در 20 سال گذشته یک شانس بسیار طلایی بزرگ برای افغانستان فراهم شد. جامعه جهانی بسیار توجه جدی برای افغانستان داشتن، 150 میلیارد دلار کمک شد، و متاسفانه که بازم از اون فرصت هایی که بود ما نتونستیم که بر نهادسازی کار کنیم. همه چیز شکل ظاهری و کاسمیتیک و ماسمالی و مثل رنگ روغن و پودر واری بود، ابسیلین و مسائل هست. کار بنیادی نشد متاسفانه. یعنی فرصت بود، میتونستن یک قانون اساسی بسیار خوب درست شروع کنن، میتونستن نظام درست شروع کنن، میتونستن مردم مشارکت بتن در دولت. بیشتر متاسفانه بعض عوامل ذهنی و ذهنگرایی برای نخبگان سیاسی حاکم بود و رهبری بیشتر ایواز از این که با اندیشه های مدرن وارد شدن، بیشتر با وجودی که ظاهر مدرن داشتن در باطن بیشتر اونمو اندیشه های بسیار عمیق سنتی و سنتگرایی در افغانستان حاکم بود، و نتانستیم ما که همین خواه سیاسی رو با هم همسو بسازیم، در زیر یک چتر بیاریم و که معتقد به یک سلارتش ها باشن و یا منافع ملی تعریف شده مشخص. حالا من خدمت شما یک مثال عرض میکنم، شما برین هندوستان. در هندوستان میگن 500 خدا دارن، نمیفهم که چند صد قوم و چند صد زبان، ولی اینا یک ملت واحد شدن، تانستن این میونه را داشتن که یک ملت واحد شدن، صرف نظر از اینکه مذاهب مختلف دارن، صرف نظر از اینکه اقوام مختلف هست، صرف نظر از اینکه اینا پیروان ادیان مختلف هستن، زبان های مختلف هستن، از هر لحاظ تنوع دارن، ولی اینا تانستن که زیر یک چتر بسیار فراگیر ملی جمع شون، کشور واحد دارن، منافع واحد دارن و ارزش های مشترک دارن،
این چیز ما در چین میبینیم که در اونجا هم شما برین 1400 میلیارد نفر در چین و احتمالا 1200 1300 میلیارد دهن ای تانستن کتله های بسیار بزرگ انسانی رو اینا طور متحد بسازن که اینا به یک زبان سیاسی گپ بزنن و از مرافق دفاع میکنن. و از این خاطر است که امروز چین و هند به کشورهای بسیار پیشرفته جهان مبادر شدن که با آمریکا رقابت میکنن، با اروپا رقابت میکنن و حتی در بسیار از عرصه ها پیش هم رفتن از این بکره. درست؟ ولی ما متاسفانه که نتانستیم، ما بسیار درگیر ذهنگرایی شدیم، بسیار به مسائل پیش پا افتاده، به مسائل فرعی، مسائل که اصلا یعنی در کشوری که گرسنگی بیداد میکنه ما در فکر ازی بودیم که پوانتون بگویم یا دانشگاه. درست؟ و سر از این بسیار جنگ ها شده و حتی درگیری های رخ داده و دشمنی ها. بریم مثال خدمت شما عرض میکنم. بله. و بسیار چیزهای دیگه بوده که مثلا در کشوری که از هر 5 طفل که به وجود میاد 4 تاش میمره و شما ببینید که هر از هر 100 مادر که ولادت میکنه امکان داره 20 تا از وقت ولادت زایه شوه. در کشوری که مثلا سوء تغذیه بوده یا مثلا کمبود مواد خوراکی، کمبود دارو درمان و همیار هم شما ببینید که کشور در آسمانی یک باجی بسیار بزرگه انسانی قرار داره. درست زمستان پیش روی است و هیچ معلوم نیست که این بحران بیکاری و ناداری و تورم و گرانی و کجا میرسه. درست به کل از این آدم نتیجه گرفتن میتونه که ما نتونستیم مدیریت کنیم و متاسفانه که در اثر تحولات که آمد اونم تمام دستاورد ما که نظام جمهوری بود ای از دست رفت، ای از دست رفت و دوباره پس یا از یک کار بسیار دشوار است و دوباره پس ممکن است که این پروسه زود دوباره پس احیا شه و ممکن است که این به رستاخیز نیاز داشته باشه که چند دهه را در بر بگیره. درست و این کلش بستگی به شرایط داره که آیا اوضاع داخلی چه رقم تحول پیدا میکنن که شاک میکنن، اوضاع خارجی چه رقم بشه، جامعه جهانی چی میکنن و ما باید و بالاخره وقت از این رسیده که سر در گریبان خود فرو ببریم و یک بازنگری بسیار عمیق در گذشته کنیم و ببینیم که ما یعنی 100% اشتباهات بوده که ما به این روز رسیدیم. اگر همه چیز درست بود خب به این روز نمیرسیدیم. درست خب حالا بسیار درست هم نیست که آدم یک نفر یا دو نفر ملامت کنه، در کل جامعه بیمار بوده. امروز هم فکر ما بیمار بوده نتونسته اما رسالات خود درست انجام بدیم. دیگه کشور از فرصت هایی که بوده استفاده نکردن. حالا شما ببینید مثلا نمین هندوستان 2 قرن زیر استعمار بریتانیا بود ولی خدا ساخت. امروز زبان انگلیسی زبانش رسمیشان است. امروز هندوستان به قدرت جهانی مبدل شده، امروز به اقتصاد نیرومند مبدل شدن، اینا تونستن سیستم به وجود بیارن، بزرگترین دموکراسی دنیا را به وجود آوردن ولی استفاده خود کردن. درست استفاده عظمی کردن و انگلیسی ها در سر تا سر هندوستان خط آهن آوردن، کارخانه را آوردن، تجارت همه چیز برشان یاد دادن و این پروسه شما اگه ببینید در شمال در جمهوری های آسیای میانه و قفقاز جا اگر شما امروز آذربایجان برین یا تاشکند ازبکستان برین یا قزاقستان هر کدام از این کشورهای ترکمنستان 100 سال از ما کده پیشتر است و ما متاسفانه که در نه از آمدن انگلیس ها کدام بهره درست گرفتیم. شما باور کنید که در زمانی که انگلیس ها آمده بودن برامون خان به حد اجازه نمیداد که انگلیسی ها بگیر، یک نفره که پنهانی یاد گرفته بود زبان از رو بگیر، شما فکر کنید اجازه نمیداد، خطا آن اجازه نداد که در افغانستان برای میگفی میسه خنجر است در قلب من. خب این حالا ملامت کردن برامون خان در دوان نمیکنه، حالا ما چی کردیم سوالی است. ای که در قرن 19 چی شد رو دوست میمون ولی در قرن 20 مثلا ما شما ببینیم که باز هم ما ببینیم که در مراحل مختلف کسانی که در رأس رهبری قرار گرفتن اشتباه کردن او رو به هر ترتیب قرن 21 در این 20 سال گذشته یعنی شما باور کنید که بسیار فرصت ها یعنی من خودم در کابل بودم و از نزدیک میدیدم و بسیار زیاد افسوس میخوردم و دلم درد میکرد. بسیار موضوعات به اساس اشتباهات بسیار سطحی گرانانه و خودخواهانه و تصمیم گیری های فردی. یک چیزی که در کشور ما هیچ وقت نبوده مشوره، در هیچ امر درست مشوره نمیشه، نه با مردم و نه با نخبه فکری. هر کسی که روی کار میاد یک سلسله یک تعداد عناصر چاپلوس و عناصر مثل یک اصطلاح دارن به نام مباشر پروری که در اطراف خود اگه ایده بله بله صاحب گور پیدا میکنن که هر چیزی که یک نفر گفت این رقم هموست که در زمان جنگ دوم جهانی 5000 نفر در آلمان پروفسورها و دکترها و دانشمندان جمع شده بودن، فیلسوفا، که هر گپی که از زبان هیتلر میبرامد باز میاورد از یک توجیه و توضیح علمی و فلسفی میکنن و رو تبلیغ میکنن.
بدون از اینکه مثلا اینا برای اطلاع رگیده بتن اون منتظر بودن که چی میگه و او شب و یک فکاره شنیده بسیار جالب بود که میگن یک پادشاه وزیر خدا خواست بفاله امروز چاش بانجان دارم چطور یک بانجان فرمایش بود چطور یک برونی بانجان مثلا درست است برونی بانجان که خورد ای دلدر شد و این وقتی که برونی را آورده بودن ای وزیر بسیار ستایش میکرد و الان بهترین کار کردید پادشاه سوی الازلت شما یک لطف کردید که امروز چک برونی بانجان خوردیم که چقدر مزدار و در فواید از این بسیار ای که دلدر شد یک دو ساعت بعد ای شاد فقانش بر آمد ای وزیر بسیار شروع کرد به نکویش بانجان که چی بلا بدا و بسیار بعد از اشتباه شد والا ای باز پادشاه و وزیر سیر این پیشتر دو ساعت پیش خود بسیار تعریف نکرد والا بعد والا سیر من خود نوکر بانجان نیستم نوکر پادشاه است دیگه بس ایست که یک دین متاسفانه نمی رهبرهای سیاسی دیگه بازی که بگرار حالا درست نشان بتن یک راهنمایی درست کنن مشوره های درست بتن یا یک نظام مشورتی درست وجود بیاره متاسفانه هم چیز نبوده یک چیزی که ما در کشور همیشه داشتیم که همیشه یک تعداد آوردن به نام مشاورین که اونا هم از امتیازات زیاد برخوردار بودن هم پولای زیاد می گرفتن هم موتر و خانه و همه چیز اختیارشون بودن ولی متاسفانه اینا نتونستن که یک مشوره دیگه درست کنن و یک راهنمایی درست کنن و عوض از اینکه مشوره درست کنن مشوره های اتفاق نادرست هم دادن درست؟ خب به هر حال متاسفانه که نظام جمهوری در کشور از بین رفت این که چه نوع نظام برای کشور ما مناسب است به این مورد یک بحث اکادمیک است باید مطالعات بسیار زیاد صورت بگیره و به نظر من خود نظام مهم نیست این شاهی مشروطه می باشد این جمهوری می باشد هر چیزی که می باشد آنچه که بسیار مهم است در یک نظام مشارکت فراگیر مردمی است که یکی ما به خاطر از اینکه به طرف ملت شدن بریم باید زمینه مشارکت طور فراهم بسازیم که مثلا کشور هم فرزن رئیس جمهور داشته باشه هم صدر اعظم داشته باشه با اینا معاونات داشته باشن و یک نوع این مسئولت ها و مکلفت ها تقسیم شود تقسیم وظایف شایی در گذشته و در تاریخی در داشتیم و صدر اعظم باید در برابر پارلمان پاسخگوی باشه حالی که در رأس پادشاه می باشه یا رئیس جمهور می باشه یا هر چیزی که می باشه اون مهم نیست که یک سمبول می تانه باشه درست؟ البته با اختیارات محدود و صلاحیت های محدود ولی صدر اعظم با اختیارات صلاحیت های معین در برابر پارلمان و نماینده مردم باید پاسخگوی باشه درست؟ یعنی یک اصل شفافیت مطرح باشه که از یک طرف بازخواستگری باشه و یک طرف پاسخگویی باشه متاسفانه در افغانستان در این 20 سال گذشته تجربه تلخ را ما سپری کردیم یعنی رئیس جمهور هم حالا ببینیم من مثال برات میگم ایالات متحده آمریکا درست از نظام جمهوری هست اونجا درست صدر اعظم ندارن بسیار خوب ولی در روی تفکیک قواست قوای مقننه قوای اجرایه و قوای قضایه اعظم مستقل هستند رئیس جمهور نمیتونه که سر تنها رئیس اجرایه است رئیس دستگاه اجرایی است درست ولی اون نمیتونه که سیستم قضایی را زیر کنترل کنه همین چیز در انگلستان درست اما و در وجه نظام فدرالی است که مثلا هر ایالت از خود انتخابات داره خب مثلا در انگلستان نظام فدرالی البته نیست اما یک نظام شبه فدرال دارن درست یا مثلا در فرانسه هم هم رئیس جمهور هم صدر اعظم باز روی قانون اساسی طوری رو تنظیم کرده فعالیت های صدر اعظم و رئیس جمهور که هر کدام از اینا صلاحیت های مشخص دارن و مسئولیت های متاسفانه در افغانستان هیچ مرز بین این صلاحیت و یعنی امی خود نفس این موضوع است که ما بارها گفتیم که امی خود تمرکز قوا در یک نفر بسیار یک کار نادرست است که هم تمام اختیارات و قدرت و صلاحیت دست یک نفر باشه و بازو سعی مدیریت هم کده نتونه نتیجه شنون تک چیز میشه در افغانستان درست دیگه متاسفانه حالا شما ببینین همیزی کمک هایی که شده همه برباد حالا شما ببینین که مثلا سر اردوی ملی ما 80 میلیارد دلار مصرف شد و در یک شب یه دست مورد درست خب یه باید آدم باید فکر کنه که این که یک نفر تونسته که همی خرابی کنه همی هم باز نفس خود ماست چطور ما تونستیم در یک مملکت بعد از اینقدر مبارزات بعد از اینقدر تجارب بطور یک سیستم را به وجود بیاریم که حداقل همی قدرت یک مقدار متناسب باشه که در اوج یک نوع میکانیزم های بازدارندگی و مهار قدرت موجود باشه که یک نفر نتونه خرابی کنه ولی بس در شخص نیست دیگه منظور از یک شخصیت حقوقی است که در رأس دولت قرار میگیره و رئیس جمهور یا هر کسی که داره برد درست
به این خاطر این مسئله بسیار مهم است و بسیار مهم است که مثلا در مثل جهان غرب در آینده ما والی ها شهردار ها باید انتخابی باشن. حالا شما در انگلستان تجربه بسیار خوب دارید، مثلا شهردار لندن یک پاکستانی بود یا اصلا میلا نمیکنم بله اگزارات انگلستان ما امپیریوم اگزارات کم کم تاثیر میکنه رو درست. نیاز بله 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 حالا شما ببینید خودش یک دستاورد دموکراسی یا خود امی اوباما که از یک اقلیت بسیار کوچک بله سیاپوس که بالاخره یک اندازه مسلمان هم بود که در حقیقت نامش بارک حسین بله که بارک که میگم اصلا بارک است تونست که در یک کشور که در اونجا مثلا چند میلیون نفوس دارد مثلا 280 نمیفهمم در اونجا رئیس جمهور شود. و حتی شما ببینید من بالاتر از او بگم در زمان شوروی استالین یا گرجستانی بود و گرجستان کوچکترین جمهوری شوروی بود که در وقت نفوسش در 500 هزار هم نمیست. ولی ما دیدیم که چطور یک نفر حتی گفته میشه که خود اندروپوف هم روس نبوده از یک حالت دیگه بوده و همیاله فعلا در روسیه اگر شما برین وزیر دفاع شایگو که هست که از اقوام اویغور است درست؟ و همین خود وزیر خارجه از ارمنیس اصلا. خب حالا ما میبینیم در کشورهای پیشرفته جهان که چطور یا تانستن این مشکلات حل کنند. یعنی بسیار مشکل است که شما فکر کنید که در روسیه یک نفر ارمنی بیای وزیر خارجه شد اصلا. به این خاطر کوشش شده که باید این موضوعات آهسته آهسته اگر کاملا از بین هم نمیرن باید کمرنگ شده به خاطر که زیانش بسیار زیاد است مفادش صفر سود نداره. چیزی که سود نداره باید کنار گذاشته شود. کوشش شود که اگر ما بخوایم که یک صاحب یک وطن مشترک باشیم، اگر ما بخوایم که مثلا به یک ملت واحد تشکیل شود مبادل شود و اگر ما بخوایم که منافع ملی داشته باشیم تعریف شده و ما واکسین باید کنیم. اینه بطور که انسان در مقابل بیماری های مختلف واکسین بشه که مثلا در مقابل سرفکان که نمیخوان در مقابل کرونا حالا پیدا شد در مقابل سل در مقابل بیماری های مختلف شان انسان اگر موجود آسیب پذیر است باید خود واکسین کنه. اینا مطور کشور هم به واکسین ضرورت دارد و اگر واکسین نشه یکی مثلا در یک شب چهار نفر صاحب منصب میخیزن کوتا میکنن یک رژیم برهم میزنن این ضعف خود ماست ضعف نظام است. یکی مثلا یک چهار نفر طلبه مدرسه می قدرت از پیش ما میگیرن با این قدر امکانات و ضعف خود ماست که باید اعتراف کنیم که در نظام اجتماعی ما در تفکر ما در بینش ما در نظام فکری ما در تمام چیزهای ما در اندیشه ما در ذات وجود داره. عالمی باید آسیب شناسی شد همین برطرف شد بالاخره ما نمیتونیم که یا به صورت دور یا تسلسل باطل از یک بحران به یک بحران دیگه برنیم و هر بحرانی که میایی بسیار آسیبای زیاد میرسونه تلفات زیاد میرسونه. و همین شما فکر کنید که یک نفر حیات چقدر قیمت داره. همین شما ببینید در این تحولاتی که در این دو سه ماه اخیر آمده چقدر نفر کشته شدن چقدر نفر به خانمان شدن چقدر نفر امیال در معرض گرسنگی قرار داره چقدر در اثر بیماری و چقدر نفر از بیماری و بیدوایی مردن و این زمستانی که پیش روی است چقدر دیگه شما فکر کنید که وقتی که کمبود تیل باشه امکان داره که قحطی بیاد امکان داره قیمتی بسیار زیاد بیاد دیگه این بسیار و این که با در نظام اجتماعی چقدر آسیب رسیده و با ترمیم از چقدر مشکل است درست. و متاسفانه همیار هم که ما ببینیم تعداد زیاد روشن فکرهای ما به عوض از این که در صدد چهاردویی باشن اینا باز هم در مو اختلافات به هر رقم که هست یک گده آگاهانه و یک گده ناآگاهانه دامن میزن. کسایی که آگاهانه دامن میزنن و تمام اهداف سیاسی مشخص را تحقیق میکنن به خاطر منافع آزمندانی خودشون. ولی اگه دید دیگه نمیفهم دیگه که نام از اینا رو چی بونن که هیچ نوع سود هم دیگه مثلا ندارن ولی کوشش میکنن که مشکل رو برحال من به این اعتقاد هستم که به خاطر حل بحران اخو یکی تو در نتیجه گیری بکنیم در پایین زیاد پرکتی نشه و فکر میکنم که باید ما دیر یا زود دوباره پس به طرف نظام جمهوری باید بریم باید به عنوان یک آرمان بگار آرمان ملی تعریف شد بازگشت به رساخیز جمهوری و با تمام نیروهای ما بسیج شد که یعنی تمام نیروهای فکری ما اقتدار ملی ما بسیج شد که ما دوباره پس نظام جمهوری را در کشور اراده کنیم. به غیر از او الترناتیفش خب نظام شاهی بسیار چیز مشکل است در کشور به دیکتاتوری نظامی هم فایده نداره و دیکتاتوری مذهبی هم هیچ سود بر ما نداره به خاطر از اینکه جامعه جهانی تجدید نشه و از مردم در بینشون بسستگی های زیاد پیدا میشه و این ممکن است که زمینی مداخلات خارجی هم فراهم شد
باید با این سالگرایی پایان داده شود. در قدم اول باید کوشش شود که از راه نرم افزاری شود، چه از با تشویق و ترغیب می شود، چه با فشار می شود. خب طبعا جامعه جهانی هم این وضعیت پیگیر تحمل کردن نمیتونه به خاطر از اینکه مخاطرات زیاد از افغانستان میتونه متوجه جهان شود که مواد مخدر هست، رشد بنیادگرایی هست، و وقتی که اوضاع خراب شود دیگه گروه های مختلف تروریستی میتونه رخنه کنن، و دیگه باز مسائل رقابت قدرت های جهانی هم ممکن است که چیز شود، بسیار تشدید شود. و در صورتی که ما نتونیم که از این اوضاع برایم، ممکن است که باز در صورت جنگ های چریکی در کشور شروع شود و به آخری به جنگ های جبهه‌ای مبدل شود، و یکی در آینده ای میتونه کشور را دچار پراگندگی و از هم پاشیدگی و درگیر جنگ های فرسایشی بمبار و اینا بسازه. این خطرها بسیار زیاد است، باید متوجه باید باشیم، بسیار کوشش باید شود که یعنی یک سلسله آرمان ها و اهداف بسیار دورنمایی و راهبردی تعریف شود و بسیج بسازیم مردم خواهد در اون راستا. حالا من اتر متوجه شدم که در این سالهای گذشته یک تعداد که احتمالا از طرف دستگاه جاسوسی کشورهای مختلف پیسه داده می شدن به نام فیسبوک چلاون که اینا عمدن، مثلا شما می دیدید که یک دفعه یک نفر شده تمام روز غیر کار دیگه داره غیر پشتون را دارست، و از اکی دیگه برعکس می آید به از آدرس یک پشتون تاجی کار داره، یعنی می توانید یک عادت را یک ده از آره را داره این ایره تاوید که او را یعنید که او را داره بگو بگو، یعنی یک کارزار و اگر تو یک دستگاه استخباراتی را مطالعه کنن می بینن که در پشت از این کارزار و یک ده هم عمدن آگاهانه یا ناگاهانه ایره دامن می زدن. و به خاطر شما این وقتی که انسان به طور فکر کنه، اول باید از جایگاه انسان به عنوان یک موجود برتر و یک یعنی اشرف مخلوقات باید فکر کنه به حساب امنوی، درست یک مثلا، دوم به حساب انسانیت هم که او طرف بانیم به حساب امیان بودن و اموطن بودن، و با توجه به یکی اقوام با هم برادر که در داخل کشور ما زندگی میکنن، اینا کلشان گلهای یک باغ هستن و بسیار پیوندهای عمیق خشاوندی و تباری و نژادی و وطن زبانهایی که در کشور ما هستن بسیار زبانهای نزدیک با هم هستن، ریشه‌های چیز داشتن. خدا استاد جاوید مرحوم رو ببخشه، امروز ما بسیار به اون نفرای مسئله بسیار نیاز داریم که اگر میبودن مثلا میتونستن که بسیار به عنوان یک آدم مسئله و خیرخواه بسیار، ولی ما باید کوشش کنیم که امو راه اونا برای ما نشان داده بودن، مخصوصا در افغانه کدیم ما همیشه در یادم میاد که در کنفرانس هایی که استاد جاوید بودن همیشه کوشش میکردن که همدلی و هم دیگر پذیری و هم سویی و هم گرایی و اینا را تشویق کنن، و مخصوصا جواندار را تشویق میکردن که شما به طرف افتراق و انشقاق و افتراق اینا نرین، به طرف نفاق نرین، یعنی باید کوشش کنن که به طرف یک فرهنگ برتر انسانی و یک فرهنگ والا بریم که ما بتونیم که در کشور یک محیط بهتر بود دیگه. با ما امیدوار هستیم که دوباره پس نیروها بسیج شوند در راستای احیای نظام جمهوری در افغانستان به عنوان تنها دستاورد که مثبتی که ما داشتیم، و در این راستا کار شود و بسیار کوشش شود که کشور از رفتن به طرف یک بحران دیگر که خطرش بسیار زیاد است و یک جنگ داخلی دیگر باید جلوش گرفته شود با موقع، و این وقتی میاسر است که ما از یک طرف بتونیم که یک سلسله اصلاحات در کشور بیاریم چی به کمک جامعه جهانی، البته من خودم عمیقا باور دارم که بدون کمک جامعه جهانی نمیشه، تا زمانی که خارجی ها کمک نکنن که ما بتونیم دوباره پس یک قانون اساسی نو تدوین کنیم، یک بزرگه به وجود بیاره و یک دولت مشارکتی، هیچ کس ما را ایده نمیگیره، یعنی یک دولت فراگیر باید باشه، طالبان در اون مشارکت داشته باشن، دیگر نیروهای سیاسی هم باشن، و کوشش شود که به رتبه های فکری و کارشناس هم زمینی کار و فعالیت داده شود تا که ما بتونیم از این حالت کشور را بکشیم. اگر به این موفق نشدیم به هر عنوانی که باشه این خطر وجود داره که دستای دیگه هم باز کار کنن و داخل و روز به روز وقتی که گرسنگی زیاد شود و ناداری زیاد شود و بدبختی زیاد شود و تفاوت‌ها اجتماعی زیاد شود، باز در اون صورت زمینه انقلاب اجتماعی امکانش هست، خطر انقلاب میره، انقلابات رنگی و گذشته از خطر جنگ داخلی، خطر جنگ های چریکی و جنگ های جبهی بازی امکان داره که کاملا روز برسه که بیخی اوضاع از کنترل خارج شود، و باز یعنی یک کار شود که علاج از دست فلاتون بر نیاید، یک ضرور مثلا سفید های ثابت میفتن که ولی یک کار شده که علاج از دست فلاتون بر نیاید، متاسفانه که ما حالا به اون طرف پیش بیم و باید استوب کنیم و یعنی موتر با وقت معین اگه برک نگیرین خطر انسیدن زیاد میشه.
بله بله دیگر اینمی عرایزی بود که خدمت شما و دوستا امشب تقدیم کردیم. باز در پایان یک بار دیگر یادآور میشم که دوستایی که در لندن هستن همراه شکر جان امینی تماس بگیرن. ما هم کمک میکنیم، بعضی کسایی هستن که آدم های معتمد و امین هستن، کوشش میکنیم که بر فرنگیانی که در داخل کشور هستن اونا را پیدا کنیم، تلفن هاشون ها، ایمیل آدرس هاشون ها، همراهشون تماس بگیریم و راهی را پیدا کنیم که یک مقدار کمک کنیم به خاطر که اونا بتونن که فعالیت های فرنگی خود ادامه بدن، کتاب های خود برای ادبی به شما ببینیم. بسیار کسایی هست که یک عمر کار کردن، مثلا شاعر هستن چندین دفتر دیوان دارن که باید چاپ شود، داستان نویس های بودن که کتاب هاشون چاپ نشده، یا مثلا پژوهشگر های بودن که درس های مختلف کار تحقیق کردن، نیاز دارن به خاطر که کتاب هاشون چاپ شده، یا به خاطر ادامه تحقیقات خود به کمک مالی نیاز دارن و فعلا معاشات یا تقریبا قطع شده یا بسیار کاهش پیدا کرده و سابق که بود اقتدار زیاد تقاعدی های بسیار خوب میگرفتن و او هم قطع شده و به این خاطر نیازمند کمک هستن و این ما یک کمک نباید داریم. مردم و کشور بسیار نیازم داره برای استاد، نه تنها از این که مثلا صلح باشه، امنیت باشه، از این که آینده را چی رقم درست میکنن و می امپذیری را که لطف کردین گفتین، اعتماده که گفتین. متاسفانه در قدیم اگر مردم آماده نبود، یک ایدئولوژی را از خارج اگر می آوردن کار نمیکرد، و وقتی که مردم آماده باشه یک ایدئولوژی غلط اگر بیارن بازم کار نمیکنه. اما حالا فکر میکنم بعد از این 40 سال یا بیشتر بسیار چیزها رو مردم تجربه کردن، و اگر واقعا امو انسانایی که فرا قومی و فرا مذهبی فکر میکنن و دنیا رو دیدن، اگر واقعا اینا دست به دست بتن یک اتحاد کنن و به اصطلاح تمام نیروهایی که در افغانستان هستن اگر یک چیز واقعا درست کنن با یک قانون اساسی درست، با یک دید درست، فکر میکنم که هم جامعه جهانی کمک های خود دوباره ادامه خواهد داد و هم جنریشن نو، نسل نو و همه انشالله که از این آزمون سر بلند بس بار میان. بسیار تشکر استاد محترم، بسیار خوشحال شدم. انشالله که بازم شما رو در پروگرام های بعدی با خود می داشته باشیم و دعا می کنیم که دوستا هم بتونن فامیلای خود کمک کنن، دیگر کسایی که نیازمند هستن کمک کنن، و به خصوص چیزی را که استاد فرمودن فننگیان ما که نیاز دارن، دوستا می تونن که به افغان اکادمی بر ما ایمیل کنن، تلفن کنن، ما لیست دوستا را که با کمک آقای آریانفر و دیگر دوستایی که در داخل هستند اقتداد فامیلا را شناسایی کردیم. مسلما همه مردم نیاز دارن، اما قلم بدستان ما، نخبگان ما، اینا را باید، چون اینا دیگه با اسلام انجین و مغز مملکت هستن و اسلام گلهای سر سبد، بله یا رهنمای مردم هستن. استاد بر شما آرزوی بسیار نیک میکنم، خداوند شما را صحتمند و عمر دراز. شبتون خوش. بسیار تشکر. تا برنامه آینده به خدمت دوستان سلامت باشید. همچنان شب شما بخیر. تشکر استاد، خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز، امیدوار هستم پروگرام شنیده باشین و لذت برده باشین. استاد آریانفر همیشه لطف کردن، زحماتی که میکشن با تحقیق که میکنن، یک شخصیت نام خدا، دانشمند ملی، و همونطور که ایدئال خدا گفتن که ما به افراد کار داریم که فرا قومی، فرا زبانی و راه سمتی و حتی سیاسی فکر کنن و واقعا منافع ملی را سرش فکر کنن و آینده افغانستان فکر کنن و برای تعلیم و تربیت و اقتصاد و فرهنگ افغانستان فکر کنن، تا بتونیم که واقعا سربلند و آرام در هر منطقه کشور مردم ما بسر ببرن و آرام زندگی کنن. تشکر تالک با ما بودین، خدا نگهدارتان تا پروگرام بعدی. تشکر.